با درودی دیگر خدمت تمام سروران کشتی دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسن نظری MMA با هم به شهر صوفیه بلغارستان بریم، جایی که کشتی های زیر 23 سال بین المللی جام پتکو سیراکوف در حال برگزاری هستش. دو بنده قرمز دلاور شیرازی ما، کاکو شیرازی ما، امیررضا ده بزرگی در مقابل کشتیگیر از قزاقستان با دو بنده آبی قرار گرفته. وزن 60 کیلوگرم، دو کشتیگیر رو دسته هم دیگه کار میکنن. ده بزرگی رو به جلو هست. یه لحظه یه دست رو کشید کشتیگیر قزاق، ولی کشتیگیر ما دستاش تا به اینجای کار بهتر کار کرده، در حال اجرای فن هست. ولی کشتیگیر قزاق یه جورایی میخواد فرار کنه از فنونی که قراره ده بزرگی روش اجرا کنه. یه بار دیگه سرگردن رو یه لحظه رفت گرو بگیره کشتیگیر قزاق، باید مراقب باشه. کشتیگیر زیرکی نشون میده، رو به جلو هست، ولی کشتیگیر ما میتونن اختار رو بدن. اگه در 20 سالی دیگه همینجوری تحت فشار بذاره اختار رو میذارن مطمئنم به روی کشتیگیر قزاق. قاضی از اون درخواست اختار کرد ولی مورد تایید قرار نگرفت. حالا بله، دوره از سه رای مهم هست، یعنی قطعی میکنه امتیاز رو. قاضی و داور تایید کردن که باید در خاک کشتیگیر ما بنشینه. یک امتیاز رو به روی تابلو برای کشتیگیر ما ده بزرگی ثبت میشه و کشتیگیر قزاق در خاک ده بزرگی میشینه. بارندهای زیبایی به اجرا میذاره ده بزرگی. ببینیم میتونه روی کشتیگیر قزاق. یه لحظه چیزی رکی کرد در رفت، بلند شد از خاک، حواسش نبود، غافلگیر شد یه لحظه تا به خودش به جنبه. ده بزرگی از خاک بلند شد، کشتیگیر زیرک قزاق کشتی تو سرشاخت میانه تشک ادامه پیدا میکنه، رو دسته هم دیگه کار میکنه. یه لحظه حال خالی کرد ده بزرگی، میتونست پیش بندازه و خاک کنه، ولی هوشیار بود کشتیگیر قزاق. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنه، زیکت میزنه، یه لحظه نشست برای کمرگیری ولی نتون سرگردن رو گرو گرفته. باید مراقبه فیتوشو به اجرا میذاره، فیتورو به اجرا میذاره و چهار امتیازی، بله چهار امتیاز میگیره. حالا کشتیگیر زیرک قزاق یه لحظه اومد برای کمرگیری ولی سرگردن رو گرو گرفت و یه فیتو زیبا به روی کشتیگیر ما اجرا کرد. متاسفانه چهارتایی گرفت، نتیجه کشتیلا چهار بر یک میشه به سود کشتیگیر قزاق. 45 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اولین کشتی زمان داریم. کشتی با نتیجه 4 بر 1 ادامه داره، رو دست هم دیگه کار میکنن، میتونه جبران کنه. امیررضا ده بزرگی کشتیگیری نیست که به این کشتیگیر ببازه، مطمئن از نظر تکنیکی در قد و قواره ده بزرگی ما نیست. طلای جوانان جهان رو داره در اوفای روسیه ده بزرگی، تو وزن 55 کیلوگرم، البته اینجا وزن بالاتر اومده. طلای المپیک جوانان رو هم داره در بوینس آیرس. ببینیم چه میکنه در مقابل حریفی این حریف قزاق. تا به اینجای کار که 4 بر 1 عقب افتاده. بله اینجا 3 دقیقه اولی کشتی به پایان میرسه. دو کشتیگیر نزد مربیای خودشون میرن تا توصیه لازم رو از مربیای خودشون بگیرن. امیدواریم کامبک کنه دلاورمون، دلاور شیرازی ما، و بتونی کشتیگیر رو شکست بده. تو این وضع 7 شرکت کننده شرکت کردن که دو دلاور ایرانی، ده بزرگی و آرامی تو وزن 60 کیلوگرم با رقبای خودشون بره تو شک خواهد رفت. امیدواریم هر دو دلاور به فینال برسن. فرقی نمیکنه کدوم طلا یا نقره بگیرن، ولی امیدواریم که هر دو به فینال برسن. تا به اینجای کار 4 بر 1 از کشتیگیر قزاق عقب هست. مطمئنن 3 دقیقه دوم رو میاد تمپو رو بالا ببره تا تو خاک بنشونن کشتیگیر قزاق رو. همچنان رو دسته همدیگه کار میکنن، رو به جلو هست،
حذف کردم. کشتی گیره ما همچنان تحت فشار گذاشته کشتی قزاق رو. اگه چند ثانیه دیگه به همین ترتیب ادامه پیدا کنیم میتونن کشتی قزاق رو در خاک بنشونن. رو به جلو هست ده بزرگی، دستش بهتر کار کرده تا به اینجای کار. بله داور درخواست اختار میکنه، مورد تایید قرار میگیره و یک امتیاز دیگه برای کشتیگیر ما ثبت میشه. حالا چه کشتی 4-2 میشه در حالی که کشتیگیر قزاق باید در خاک بنشینه. امیدواریم این بار دیگه مراقب باشه و نگذاره که این کشتیگیر زیرک از دستش فرار کنه. اگه دست رو کاملا گلاب کنه مطمئنا باراندازهای زیبای خودش رو به اجرا خواهد گذاشت. باراندازن قهاری هست ده بزرگی. بله حالا دست رو کاملا جمع میکنه، گلاب میکنه، بریم میره برای بارانداز. بله باراندازش رو میزنه، ولکل نیست، میره برای بارانداز بعدی. نه سرگردن رو یه رسی گرو گرفته کشیر غذا. حالا لیفت میکنه میره برای سالتو، ببینیم میبره برای سالتو یا نه. کاملا پارو در بیاره. بله یه لحظه رفت برای سالتو، نتوست بچرخونه، باز هم در رفی کشتی گیره زیرک غذا. مثل ماهی سر میخوره و دستان پر قدرت ده بزرگی فرار میکنه. نتیجه کشتی 4-4 برابر هست، ولی تا به اینجا کار این کشتی گیره قزاق هست که برنده هست، چون چارتایی داره، امتیاز درشت داره. تو اما ابتدای کار غافلگیر کرد کشتی گیره ما رو و یه فیتو زد و چارتایی گرفت. 1:20 تا پایین کشتی زمان داریم. ده بزرگی باید تحت فشار بذاره، راحت میتونه کشتیگی رو شکست بده. با این خروج از تو شهر یه خاک میتونه برنده میدان باشه. ببینیم چه میکنه در دک بایدی سرگردن رو گرو گرفته، باید مراقب باشه. تاثیر حلق بود یه جورایی. بله داور نگه میداره و تذکر میده که به خطا نباید فن رو اجرا کنه. 1 تا پایین کشتی زمان داریم و کشتی قذاب برنده میدان هست. باید تحت فشار بذاره، هر چه در توان داره باید رو کنه. ده بزرگی حالا یه لحظه پیش میندازه، سرگردن رو گرو گرفته، فشار زیادی میاره بهش که تا فیتو رو بتونه اجرا کنه. نتونست، کاملا خوش رو کشید عقب کشتی غذا و اجازه نداد که فیتو اجرا بشه روش. 45 ثانیه تا پایین کشتی زمان داری. امیدواریم ده بزرگی بتونه یک امتیاز حداقل بگیره و برنده میدان باشه. یه لحظه میری کمرگیری زیرکی کرد، لیف میکنه بیرون خاک توش. بله بیرون توش خاک میکنه و 2 امتیاز میگیره. هرچه کشتی حالا 6-4 میشه. عرض کردم در حد کشتی گیره ما نیست، دلاور شیرازی ما حالا 2 امتیاز جلو میفته. 6-4 برنده میدان ما هستیم. 30 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. باید کشتی رو اداره کنه، نیازی نیست دیگه ریچ کنه. این کشتی گیره خسته قزاق نمیتونه امتیاز بگیر از ده بزرگی. 20 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. چه کشتی نفسگیری بود، کشتی گیره زیرک و چغری بود این قزاق. 10 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. همین درسته، باید زیرکت بزنه و همونجا نگه داره کشتی گیر رو، مهارش کنه، نیازی نداره ریسک کنه. بله و اینجا این کشتی سنگین تموم میشه و برنده میدان دلاور شیرازی ما. دوستان امیدوارم دیدن کشتی زیبای عزیزمون لذت برده باشید. عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستی کانال ما لطفا سابسکرایب کنید، زنگوله کنار کانال رو فعال کنید، بمحصید که کشتی های بعدی عزیزانمون در کانال بارگذاری بشه. یوتیوب شما در جریان میگذاره و از دیدن کشتی های زیبای عزیزانمون لذت خواهید بود. تا دوردی دیگر، بدرود دوستان.